تفسیر قرآن کریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، اللهم صل على محمد و آل محمد. الهی انتقنی بالهدا و الهمن التقوى. سر سفره قرآن آیه به آیه میخونیم، با تفسیرش آشنا میشیم. هر آیه چند دقیقه تفسیری روان، ساده، فشرده، قطعی. به جزء 9 سوره اعراف و الان آیه 357 هست. این آیه 5 سطری رو بشنویم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. در آیه قبل بحثی بود که خداوند به موسی گفت رحمت من رحمتی وسعت کل شیء. رحمت من شامل همه چیز میشه، رحمت بی نهایت و گسترده است. متوفس اکتبها اینو تثبیت میکنم، مینویسم، مقرر میکنم این رحمت را برای کسانی که اهل تقوا باشن، اهل زکات باشن، به آیات ما ایمان بیارن، بعد دیگه چی؟ و پیرو پیغمبر آیندن باشن. الذين دنبال للذين است. سایکتو به للذين چنین و چنان، بعد میگه الذين. الذين يتبعون الرسول. این رحمت الهی شامل کسانی میشه که علاوه بر ایمان، زکات و تقوا از رسول پیروی کنن. کدوم رسول؟ النبی الامی. ایشون میگه رسول و نبی، پیغمبر ما هم رسول بود هم نبی. نبی چیزی که از وحی خبر میگیره و خبر میده، نبی. رسول غیر از خبر گرفتن، خبر دادن، نظارت و رهبری و سرپرستی و یعنی مدیریت هم داره. یه وقتی کسی مثل نامه رسون نامه رو میرسونه، از پست میاره دلخونه شما نامه رو میده، اما یه کسی در اجرا و عملیات هم نظارت میکنه. نبی از نبأ یعنی خبر. نبی به کسی میگن که خبر غیبی رو میگیره و میگه. رسول به کسی میگن که رسالت داره، یعنی در اجرا و در عملیات هم نظارت داره. پیغمبر ما هم رسول بود هم نبی. لطف خدا شامل پیغمبر کسانی میشه که پیروی کنن. الرسول النبی که میگه یتبع اون پیروی کنید، یعنی پیغمبر بدین که آدم دوستش داشته باشه، باید پیروی کرد. نمیشه گفت ولای علی، محبت علی، پیروی میخوان، محبت خالی فایده نداره. یتبع اون پیروی کنن از رسول نبی امیه. امیه یعنی درس نخونده است. میشه گفت امی مثلا حالا نسبت به ام القرا، ببینید از امی در اصطلاح عرف به معنی افراد درس خونده، وگرنه امی رو میشه یعنی گفت برخواسته از امت نه اشراف. امی یعنی برخواسته از امت نه اشراف. امی یعنی از ام القرا مکه هست، متولد مکه رو میگن امی، برخواسته از امت نه اشراف رو میگن امی، درس نخونده رو میگن امی، ولی ظاهرش همون درس نخونده است. چون در آیات دیگه میفرماد پیغمبر درس نخونده بود، به خاطری که ما کنت تتلو من قبله من کتاب. پیغمبر تو قبلا هیچ کتابی نخونده بودی. ولا تخطه به یمینه، با دست خودت هیچ خطی ننوشته بودی. اول لرتاب المبتلون، تا افرادی شک کنن که واقعا تو استاد داشتی نداشتی. به قول فتوح البردان
میگه در اون زمان اون منطقه 17 تا باسواد بیشتر نبود که 16 تاش مرد بود یکی هم زن بود. اگر پیغمبر از یه نفر یک کلمه یاد گرفته بود صدا توپ میکرد، صدا توپ میکرد. رحمت خدا گسترده است، تثبیت میشه و خدا مینویسه این رحمت را و مقرر میکنه برای کسانی که پیروی کنن از رسول، از نبی، از پیغمبر و درس خونده که یجدونه. نمیگه یجدون علامتشو، یجدونه. یعنی به قدری پیغمبر در تورات و انجیل شفاف مطرح شده که انگار یجدونه، نه یجدون نشانه ها و علائمشو، از انگار خود پیغمبر میبینن. مکتوبن فی تورات و انجیل. من یه چیز بخوام بگم، یه خود زیادی دقت کنید. ممکنه الان کسی تورات و انجیل رو بیاره و بگی که خب با این تورات اینم انجیل، بسم الله، این تورات انجیل، شما بگید کجای تورات انجیل نوشته محمد رسول الله؟ شما خواهید گفت فارغلیت بوده است و عوض شده است چیه؟ جون میگه نخیر، من قبول ندارم. ما الانی که تو تورات و انجیل کلمه محمد به شفافی نیست، چطور ثابت کنیم که نام و نشان پیغمبر ما در تورات و انجیل بوده؟ یه مثال برای شما میزنم، خواهش میکنم به این مثال دقت کنید. اگر بنده آمدم گفتم که نصف خونه شما مال منه، سه دنگی خونه شما مال منه، نام منم توی قباله هست، شما هی پول دادی گفتی کتابی یا چاقو کشی کردی، اونایی که او دور صحنه رو میبینن چه قضاوت میکنن؟ بنده میام به شما میگم نصف خونه شما مال منه، نام منم تو قباله هست، شما گای پول نشونم دی گای چاقو، اونی که او کنار واسطه چه میفهمه؟ میگه حتما نام و نشان تو قباله هست. وگرنه اگر واقعا نام و نشان تو قباله نیست، نه پول بخواد نه چاقو، قباله بیا بگو کو، یک کلمه بگو کو، طرف خاموش میشه. چون یکی میگه نام و نشان ما تو قباله هست، سدنگ خونه شما مال منه، اسم من و مشخصات و مالکیت من تو قباله هست، قباله بیا بگو کو، تا بگو کو دیگه راحت میشه. پیغمبر آمد گفت که من همون پیغمبر درس نخونده ام که نام و نشان من تو تورات انجیل هست. یهودی ها هی چاقونشو دادن و جنگ های یهود به پا کردن، مسیحی های جزیه دادن. خواه اگر نبود یهودی ها تورات می آوردن، مسیحی ها انجیل گفتن کو، یک کلمه گفتن کو، پیغمبر خلاص شد، نه جنگی می شد نه جزیه. این که اینها به جای که تورات انجیل پیش کشن، جنگ ها براه انداختن و جزیه ها دادن، پیدا هست. خب شما الان تورات و انجیل رو نیار بگو کجای تورات نوشته محمد، کجای انجیل نوشته احمد. الان تو تورات و انجیل نیست، تحریف شده. ولی ما میگیم اگر نبود چرا جنگ کردن؟ به جای که جنگ کنن تورات میوردن، میگفتن مردم ببینید پیغمبر دروغ گفت، میگه نام ما تو تورات هم ورق بزنید صد به صد تورات اصلا نیست. اگر اون زمان نبود اینها تورات رو علم میکردن، پول نمیدادن، جنگ نمیکردن. من همون پیغمبری هستم که مکتوب است اندهم فی تورات و انجیل. حال پیغمبر چیه؟ شرح وظایف پیغمبر اینه. کسی سوال کنه بسم الله تعالی وظیفه پیغمبران چیست؟ یک، یامرهم بالمعروف، مردم را به خوبی ها سفارش کنن، دستور بدن. و ینهاهم عن المنکر، از منکرات اینها رو دور بدن. و یحل لهم الطیبات، چیزهای دلپسند. طیبات، طیب یعنی مطابق با طبع و فطرت، هر چی با فطرت میسازه حلال کنن. و یحرم علیهم الخبائث، هر چی خبیث است و با طبیعت سالم نمیسازه تحریم کنن. و یضع عنهم اثرهم، اثر به معنای نگهداری، یه دستورها رو که انسان را از فعالیت نگه میداره میگن اثر، یعنی آداب و رسومی که جلو سرعتگیر، جلو حرکت آدم میگیره. پیغمبر اومده که این عوامل سرعتگیر را ورداره. و الاغلال التي كانت عليهم، اغلال جمع غل، یعنی آداب و رسومی که مثل قل و زنجیر افراد قلف کرده اومدن، و یعنی پیغمبر اومده برای آزاد سازی آداب و رسوم و خرافات و بدعت ها و همه چیزهایی رو که خود انسان به گردن خودش انداخته، اینا همه رو باید راه صاف کنه. خب حال مردم در مقابل پیغمبر وظیفه چیه؟ میگه فالذین آمنوا به، کسانی که به پیغمبر ایمان بیارن، ایمان کافی نیست، و از دروح پیغمبر را کمک کنن. کلمه از ضروح تربیت کنن، تکریم کنن، و نصروح نصرت بدن، کمک کنن. و تبع نور الذی انزل معه،
پیروی کنن از نوری که با پیغمبر نازل شده، از وحی او پیروی کنن، اولئک هم المفلحون، رستگار واقعی اینها هستن. خب در نکاتی که این آیه هست اینه که تقوا و زکات و ایمان ارزش داره، اما مهم تبعیت از پیغمبره، چون آیه قبل فرمود که رحمت خدا گسترده است، منتها اون رحمت گسترده رو خدا مینویسه، مقرر میکنه برای کسانی که اهل تقوا و زکات باشن. بعد میگه النبی الامی تبعون الذی، یعنی تقوا و زکات و ایمان مهمه، اما مهمتر از همه تبعیت از پیغمبره. یک، پیروان پیغمبر اسلام از رحمت خاص برخوردارن، چون فرمود در آیه قبل فرمود تکتب ها رحمت که وسعت کل شی، رحمت گسترده رو مینویسن برای مؤمنین. بعد میگه مؤمنین کی هستن؟ الذین یتبعون الرسول النبی، یعنی برای پیغمبران، پیروان پیغمبر اسلام اون رحمت ویژه‌ای در نظر گرفته شده. خب مسئله دیگه این که برای نفوذ سخن و اثبات حق مدرک رسمی و سند کتبی لازم، مکتوبن فی التورات و الانجیل، یعنی سند رسمی هست، مکتوبن. امر معروف نهی از منکر در رأس برنامه انبیاس، مسئله مصرف و تغذیه خیلی مهمه، تحریم حلال ها، جلوگیری از بدعت هایی که خیلی حلال ها را انسان بر خودش حرام کرده، این بدعت ها را بردارن. خب برای اصلاح جامعه باید اول امکانات حلال رو فراهم کرد، بعد جلو به حرام رو گرفت. اول یحل اومده، بعد یحرم اومده. در قرآن اول میگه که یحل لهم الطیبات، بعد میگه یحرم علیهم. اول طیبات رو حلال کنید، بعد حرام چیزا رو حرام کنید. یعنی اول مثلا یه راه رو حلال کنید، بگید مثلا این راه ازدواج، بعد بگید اون راه نه، این آهنگ حلال گوش بده، بعد بگید آهنگ گوش نده، با این رفیق خوب رفیق شو، با اون رفیق بد رفیق نشو. یعنی باید اول یه راه حلالی رو مطرح کرد، بعد جلو اونها رو گرفت. عادات و رسوم غلط یه زنجیریه بر افکار که پیغمبر اومده یزع عنهم اسرهم والاغلال التي، آداب و عادات و رسوم غلط، مثل الان ازدواج، چقدر آداب و رسوم اضافه بر واقعیت اضافه شده که حال ازدواج یه قولی شده برای افرادی که میخوان ازدواج کنن. پیغمبر اومده تمام این قیود غیر لازم و غیر معقول را از جامعه برداره. تنها ایمان به پیغمبر کافی نیست، از ذروه و نسروه باید پیغمبر را یاری کرد، نصرت کرد. و قرآن هم و تبا نور الذی میگه علاوه بر ایمان به پیغمبر، به نوری هم که با پیغمبر ایمان بیارید. معلوم میشه قرآن نوریه که دلها و اندیشه ها را روشن میکنه. خیلی خوب، این آیه هم تا اینجا تمام، که آیه قبل فرمود رحمتی وسعت کل شی، رحمت من بر همه چیزی گسترده شده، منتها این رحمت گسترده شامل هر کس نمیشه، مینویسن برای کسانی که یتقون تقوا، اهل زکات، ایمان داشته باشن به آیات ما، علاوه بر زکات و ایمان و تقوا، الذین یتبعون الرسول، پیرو پیغمبر امی هم باشن، همون پیغمبر درس نخوانده، اون پیغمبری که هم نبی است هم رسول، یعنی هم خبر رو میگیره و میده، هم نظارت رو در اجرا داره. این پیغمبری که نام و نشانش در تورات انجیل هست، چون اگر نبود جنگ نمیکردید، جزیه هم نمیدادید، تورات انجیل پیش میکشید میگفتید کو. غیر از که ایمان بیارید به اون، باید تأیید کنید، نصرت کنید به قرآنی که همچون نور با پیغمبر است، ایمان بیارید. رحمت خدا گسترده است، منتها شامل این گروه آدم ها میشه، ایمان، تقوا، زکات، پیروی از رسول اسلام. خدایا تو رو به حق محمد و آل محمد به ما توفیق بده اهل ایمان، تقوا، زکات با کمک به فقرا باشیم، از کسانی باشیم که پیروی محمد پیغمبر اسلام داشته باشیم صلی الله علیه و سلم، او را یاری کنیم، با تمام وجود پیرو به او باشیم و پیروی کنیم از نور و از قرآنی که با او نازل شده. و در یک کلمه، خدایا ما را از کسانی قرار بده که تو قرآن ازشون ستایش کرده ای. آیه 157 در اینجا فشرده گفتیم. و السلام علیکم و رحمت الله.